حال دختر نوجوان و شخصیت اول فیلم توی وان مشغول ور رفتن با خودشه که مادرش داد میزنه بودو بیا که نماز صبت غذا شد حال یه دختر مسلمون پاکستانیه که با مادر شارن و پدرش زاهی توی آمریکا زندگی میکنه احتمالا رفتن آمریکا مسیحی بشن مادرش بهش گیر میده که جدیدا نماز صبحشو نمیخونه اما پدرش میگه گیر نده حتما خوابش میومده خودش غذاشو میخونه بعدن حال با پدرش بیشتر از مادرش حرف میزنه و بیشتر باش احساس صمیمیت میکنه اونا با هم همیشه جدولای توی روزنامه را حل میکنن و پدرش هم به تنه به مادرش میگه هوش و ذکافتش به من رفته نه به تو خیلی هم آه... اون چون از سرویس جا مونده با اسکیت خودشو به مدرسه میرسونه وقتی اون داره انشای خودشو میخونه چون بقیه درک درستی از مشکلات و محدودیتاش ندارم میزنن زیر خنده چقدر آدم هستی بيت تو توی زنگ استراحت دوستش مالنی میگه برنامهش برای تابستون اینه که موهاش رنگ کنه تتو بزنه و روی دماغشم پیرسینگ بذاره احتمالا پلن بدیشم اینه بره بده یعنی <تصحیح> ببخشید بره سر کار همه کارهایی که اگه حال اونا رو انجام بده حکم اعدامش رو صدر کرده جسی یکی از همکلاسی های حال حسابی هوش و حواسش از سرش پرونده اما پدر حال ارتباط با هر جنس مخالفی را برای اون قدغن کرده دیگه به درد نمیخوره این دنیا آره حال وقتی میخواد برای زنگ ورزش لباس عوض کنه پیش بقیه و دختر این کارو نمیکنه اون میره توی توالت و اونجا لباسش رو عوض میکنه خدایی حیف نیست این نعمت الهی رو از بقیه قایم میکنی روز بعد توی خونه با پدر مادرش به مشکل برمیخوره. مادرش میگه وقتی سوالی ازت میپرسم راجع به اتفاقات روزمره خیلی کوتاه و سرسری جواب میدی. اما با پدرت ساعتها راجع به یه کتاب یا یه موضوع علمی حرف میزنین و با هم وقت میگذرونین. پدرش هم رو به مادرش میگه پدرش توی ماشین میگه موقع ازدواجم توی پاکستان پدر مادرم گشتن تا یه دختر وفادار رو قابل اعتماد پیدا کنن. برای اونا این چیزا مهم بوده اصلا به تحصیلات طرف اهمیت نمیدادن. حال میگه پس مادرم انتخاب تو نبوده. یعنی دوستش نداشتی؟ اما زاهد میگه ازدواج همش عشق نیست ما به خاطر ارزشا با هم ازدواج کردیم همونطور که تو باید با نظر ما با یه مرد خوب مسلمون ازدواج کنی احتمالا ددی از الان آقایی رو براز پیدا کرده حال شب به محض رسیدن به خونه میره اکانت اینستاگرام جسی رو چک میکنه و تک تک عکساشو با ذوق نگاه میکنه وقتی هم میره تو رخت خواب بازم شروع میکنه به همون انجام کارا و به یاد جسی. بله بله اون روز بعدم مالنی و میپیچونه تا با جسی دور بزنه ولی قرار نیست زیاد خوش بگذره چون وقتی میرسه خونه پدرش زهر مارش میکنه اون میگه با پسری که رسوندتت خونه باید کامل قطع ارتباط کنی وگرنه عواقب بدی برات داره روز بعد جسی به حال میگه چرا قضیه رو به مادرت نمیگی حال میگه میترسم و حتی دلم نمیخواد برگردم خونه جسی میگه اونا پدر مادرتم هرچی باشن اونا تو رو کاشتن حال با جسی میره خونش اون اونجا شالشو بر میداره و جسی برای اولین بار موهاشو میبینه جسی میگه کم کم چیزای دیگم در بیار تا برای اولین بار اونجاها هم ببینم و تونل تو افتتا کنم اونا برای اولین بار میخوام پیس کنن اما جسی هنوز شروع نکرده کارش کارشو تموم میکنه طوری که حال اصلا نفهمی چه اتفاقی افتاد و چون اونطوری که انتظار داشت پیش نرفت حسابی توی ذوقش خورد احتمالا یه خروز واسه خودت انتخاب کردی حالا به افتخار این داداش خروزمونم که شده شما یه حالی به دکمه لایک بدید حال چون شب دیر میگرده خونه پدرش باهاش دعوا میکنه پدرش میگه تا الان پسر بهت دست زده یا نه دست چیه پدر جان اگه یکم صبر و حوصله به خرج بدی نه ما دیگه نوت رو میبینی حال میگه نه حتی موهامم ندیده چه برسه به اینکه به هم دست بزنه اما پدرش میگه باید دست بذاری روی قرآن و قسم بخوری که دروغ نمیگی حال وقتی قبول نمیکنه زاهید با یه سیلی میزنه توی صورتش که مادرش میاد جلوشو میگیره و میگه می دیگه حق نداری روی دخترم دست بلند کنی روز بعد توی مدرسه وقتی که همه دانش آموزا میرن معلمش الرنس خیلی دل سوزانه میخواد بهش کمک کنه اما حال میگه که بودی زیر من به خاطر زمین خوردنه حین اسکیت سواری بوده و مشکلی توی خونه با پدر مادرش نداره آره خاله دلهام پرده داره پرده خونش رو میگم منحرفا توی خونه مادرش به پدرش میگه تو دیگه حتی توی چشمای دخترت هم نگاه نمی کنی. مگه اون چیکار کرده؟ که زاهید در کمال پررویی و گستاخی میگه حال دروغ و اهل پنهونکاریه برو از خودش بپرس اون وقت میفهمی ولی بهتره که زودتر بپرسه چون اگه زیاد طولش بده باید واسه نوش اسم انتخاب کنه زاهید روز بعد یکی از دوستاش که پسر دانشجو داره به خونه دعوت میکنه تا با شوهر دادن حال یه جورایی از سرش راحت بشه اما حال یهویی یه از خونه فرار میکنه و توی خیابون شالش رو در میاره و چون جایی برای رفتن نداره به خونه ی معلمش میره الرنس بهش میگه باید به پدر مادرت زنگ بزنم اما حال ازش خواهش میکنه اجازه بده امشب اونجا بمونه الرنس به خاطر قول کمکی که بهش داده بود اجازه میده که برای یک شب اونجا بمونه اما حال نصفش وقتی الرنس توی اتاقش خوابه میره توی اتاقش شروع میکنه به بوسیدنش که الرنس میگه چقدر آدم بی‌تربیتی هستی تو این دیگه چه وضعشه سی تو بزن بودو یعنی باید بری خونه اون میره صبح خونه خودش و مستقیم میره به اتاقش مادرت می... مادرش میاد پشت در اتاقش و بهش میگه درک میکنم که چه حالی داری و چقدر ناراحت شدی قول میدم اگه چیزی رو نخوای منم طرف تو هستم اما حال میگه دیشب فقط نشسته بودی و حرفم نمیزدی سکوت علامت رزاست احتمالا هم منظورش همین بوده حال برای الرنس یادداشت مینویسه و سر کلاس بهش میده توی یادداشت به خاطر اتفاق دیشب از معلم شوزخایی کرده نامه به یه طریقی به دست مسئولان مدرسه میرسه و اونا هم پدر مادر حال رو احضار میکنن سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن بار دیگر عرض تشکر دارم آرن خیلی سریع خودش رو میرسونه اما زاهید شارلون رو به خاطر به جای خودش میفرسته حال مادرش رو میفرسته توی ماشین و میخواد تنها به شالان حرف بزنه اون به شالان میگه که تو پدرم و پدرم رو توی رستوران دیدم شالان میگه پس برای همین اومدیدم دیدم خونم اون از حال اسخایی میکنه و میگه مدتی بود که احساساتم به هم غلبه کرده بود و راه و اشتباه رفتم اما دیگه هیچ رابطه ای با زاهید ندارم و فقط با هم همکاریم حال میگه آناناس احتمالا رفته تو دوران ویار شالن از حال میخواد بهش اجازه بده که بهش کمک کنه حال میگه اتفاقی بین من و معلمم نیفتاده و اون فقط میخواست به هم کمک کنه اما شالوم میگه چون تو زیر سن قانونی هستی احتمالاً به خاطر تو الرنس توی دردسر خیلی بزرگی بیفته تو باید با مد... مسئولای مدرسه حرف بزنی و اشتباه تو قبول کنی توی راه برگشت به خونه حال به مادرش میگه که اون زن با پدر در رابطه بوده و اون به همون راجع به سفرهای کاریش دروغ میگفته مادرش میگه میدونم منم به خاطر تو تا الان چیزی نگفته بودم و بروی خودم نیورده بودم اما الان که زاهید توی همچین اتفاقی به خانوادش پشت و یکی دیگر رو به جای خودش فرستاد صبرش لبریز میشه و میخواد از زاهید طلاق بگیره زاهید بهش میگه نمیتونی بدون من توی آمریکا زندگی کنی یا از, خودت پس، از پس خودت بر بیای آخه تو نه شغلی داری و نه تحصیلات اما با این حال آرن محکم روی تصمیمش پافشاری میکنه و میگه نمیذارم نسبت به حالم مثل کل زندگیمون با من سرد و تفاوت برخورد کنی حال میزنه به جاده و دوباره میخواد فرار کنه اما آرن میره دنبالش و میگه دیگه فرار نکن تو تنها نیستی من اینجا ما مراقبت میکنم درود به مرامت درود به عظمتت درود به حد... هم... نزاهی طلاق میگیره و حال هم در رو تموم میکنه. اون توی کالج یه شهر دیگه قبول میشه و قراره برن اون شهر رو از این به بعد تنهایی زندگی کنه. آرن قبل از رفتنش میاد پیشش و ازش میخواد با استرس دقش نده. حال به شهر جدیدش میره و وارد اتاقش میشه. اولین روز دانشگاه اون صبح زود از خواب بیدار میشه و بعد از اینکه نماز میخونه، را میفته سمت دانشگاه. در حالی که باد داره موهاشو نوازش میده و این چنین فیلم به پایان میرسه. اگر از این ویدیو خوشت اومده دکمه لایک و بزنی و اگر قبلا اونو کردی میتونی سابسکرایب بکنی.